خب در این جلسه رسیدیم به داستان سلمت ابن قیس اشجعی، یکی دیگر از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. ببینیم داستان ایشون چیه. این داستان هم در نوع خودش مثل داستان‌های دیگه جالبه و قابل اهمیته. میریم به عصر خلافت عمر فاروق رضی الله عنه. میگه وقتی که عمر شب رو بالاخره عادت داشت که در اطراف مدینه میگشت تا مطمئن بشه که مردم خوابیدن راحتن و مشکلی ندارن، گاهی میومد خونش استراحت میکرد. بالاخره یکی از این شبهایی که اومده بود برای اینکه استراحت بکنه، باز بره نیمه های شب برای گردش اطراف بررسی کنه، مثل کار یک نگهبان انجام میداد. هر کار میکرد خوابش نمیبرد، چشماش رو هم میبست، چشماش بسته نمیشد، خوابش نمیبرد، همش تو فکر بود. این ور تو بازار هم که داشت میچرخید تو فکر بود چی کار بکنه. شرایط خیلی حساس بود، مردم در یک وضعیتی بودن که عمر میخواست که اسلام روز به روز رشد پیشرفت بیشتر داشته باشه، قدرت بیشتری داشته باشه. وقتی که تو بازار داشت حرکت میکرد، فکر میکرد ببینه چجوریه، داشت فرزندان صحابه رو یکی یکی تو ذهن خودش مرور میکرد، صحابه رو کسایی که هستن، چرا که بتونه که یک فردی رو پیدا کنه برای فتح شهر اهواز اون رو بفرسته. همینجوری داشت فکر میکرد با خود، یه دفعه با خودش اوه گفت بله پیدا کردم اون کسی که باید پیدا کنم، خب انشالله اگه خدا بخواد آدم مناسبیه. شب بود دیگه، گفتم که ایشون یک قسمت نتونست بخوابه، میرفت تو بازار و خیابون ها این برابر میگشت که هم امنیت حفظ کنه اینها. دیگه با خیال راحت دیگه برگشت و دیگه استراحت کرد. فردا صبح که شد گفتش که سلمت ابن قیس اشجعی رو بگید بیاد. سلمت ابن قیس اشجعی، سلمت ابن قیس رو آوردن، گفت نگاه کن، من میخوام تو رو فرمانده یک سپاهی بکنم که به طرف اهواز برین. گفت چشم یا امیرالمومنین، هر چی شما بگید، ولی گفت نگاه کن با نام خدا حرکت کن، شما بندگان خدا هستید، در راه خدا پیکار کنید، آدم کشی نکنید، جنگ بیهوده نی، قاتل پیکار کنید، یعنی اونایی که دارن با شما مقابله میکنن در مقابل اونها بیستید، با کسانی که شورش میکنن، کسانی که دارن نابود میکنن، در مقابل اینها بیستید و پیکار بکنید. اگر در برابر دشمن قرار گرفتید، در برابر دشمن با هم ملاقات کردید، اونها رو در اولین بار به کشتار دعوت نکنید، به جنگ دعوت نکنید، زود اونها رو قلقم کنید بکشید، دعوتشون کنید به اسلام، دعوتشون بکنید به صلح و دوستی. اگر قبول کردن خب بگید خب شما تو سرزمین خودتون باشید، ما به شما کاری نداریم و هیچ، بالاخره شما مالیات یا هر چی میدید، یا ممکنه مسلمان بشن همراه شما بشن، یا ممکنه نشن، ولی اگر نیومدن در جنگ با شما، مسلمان شدن، خب فقط همون زکات رو میدن. خب اگر اومدن، خب از غنایم جنگی هم نصیبشون میشه و چیزی نصیبشون نخواهد شد. اما اومد و اینها خواستن با شما بجنگن، پیکار بکنن، حاضر نشدن پیام صلح و دوستی شما رو بپذیرن و وارد این میدان شدن، همون گونه باهاشون بجنگید که با شما میجنگن. تجاوز بیش از اندازه نکنید، دشمنی خطرناکی نکنید، یعنی جنگتون در تعادلی باشه که اونها با شما مقابله میکنن، افراط نکنید در برخورد جنگیتون. اما دقت بکنید، میتونید حتی بهشون هم بگید اگه شما اسلام رو هم نمیپذیرید، حالا مسئله نیست مثلا، اما شما مثل سایر مسلمانان، اونا زکات میدن، شما مالیات خراج بدید، مالیات بدید، چرا که این یک داستانی هست برای حفظ امنیت و مسائلی که وجود داره. اگه اینا نپذیرفتن، هیچ کدوم از این شرایط قبول نکردن و وارد دیگه جنگ با شما شدن، شما دیگه با اونها بجنگید که بدونید که خداوند شما رو یاری خواهد کرد. اما اگر دشمن اومد رفت در یک قبیله، در قلعه چیکار کرد، خودش رو پناه داد و علیه شما مقابله کرد و از شما خواست که به حکم خدا و رسول شما بیایید، اینجا قبول نکنید از دشمن. چرا؟ بسا که اینها معلوم نیست از حکم خدا و رسول چی میخوان، شاید نقشه ای دارن، برنامه شما چیزی دارن. اما اگر گفتن نه ما در ذمه خدا و رسول میاییم، اینجا هم شما مواظب باشید، خودتون هستید که تصمیم بگیرید که چیکار بکنید و اونا رو میتونید از عنوان ذمه خدا و رسول بیارید، اما مواظب باشید. اما در جنگ، در این جنگی که شما میشید پیروز شدید، زیاده روی نکنید، کشتار نکنید، حیله نکنید، جنازه ها رو تکه تکه نکنید، بچه ها رو نکشید. و به همین صورت سفارشات جنگی رو عمر به
سلمت ابن قیس اشجعی میگفت، اونم گفت چاش یا امیرالمومنین سمن و طاعتن، هر چی شما بگید ما همین کار رو خواهیم کرد. عمر با یک حرارت و با یک علاقه زیادی با این خداحافظی کرد و از هم جدا شدند و این سلمت ابن قیس اشجعی با دعای عمر رهسپار جنگ شد. نکته ای که اینجا وجود داره، در اون زمان سپاهی رو که اینها همراه میکردن شرایط خیلی حساس بود، چون در جبهه های دیگه هم جنگ بود و وضعیت جنگی هم خیلی حساس و خطرناک بود و شرایط رسیدن به اون منطقه هم در شرایط جنگی راه های عبور صعب العبوری رو در واقع داشت. البته این منطقه احتمالاً مناطق شمالی اهواز باشه، فکر کنم این قسمت کوهگیلوی و بویر احمد این قسمت ها شامل حالش میشه. به نظر من این مناطق اون قسمت شاید مد نظر بوده، از اون جبهه قرار بوده حمله بشه یا حرکت بکنن و خیلی صعب العبور بود و قلعه ها هم قلعه های خیلی محکمی بودن و در هر صورت میشه گفت این یک حد فاصلی هم بود بین سرزمین فارس و سرزمین بالاخره بصره و اینها. حتی نقل رو در اون زمان کردها در این منطقه زندگی میکردن، کردها ساکن این منطقه بودن و خب باید این منطقه توسط مسلمان ها فتح میشد تا بتونن هم جلوی حملات رو بگیرن و هم ادامه فتوحات خودشون رو انجام بدن، چرا که نمیتونستن اینها جلوی اون حملات بالاخره جنگ های نیابتی یا نیروهایی که حمله میکردن و شورش میکردن و کشتار ایجاد میکردن بگیرن. بعد اون مناطق فتح میشد و هیچ چاره دیگه نداشتن تا اینکه بتونن اون منطقه رو فتح کنن. در هر صورت سلمت ابن قیس در این سپاهی که از مجاهدان جمع آوری شده بود، اینها تصمیم گرفتن که در این سرزمین وارد بشن و برای جنگ وارد بشن و شدن هم قلعه پس از قلعه. اینها سعی میکردن بالاخره در پیکار و جنگ مناطق رو فتح بکنن و شرایط هم خیلی سنگین و سخت بود. سپاه مسلمانان هم با اون شرایط جنگی قبل آشنایی نداشت و واقعا مشکلات خیلی زیادی رو پشت سر گذاشته بودن تا بتونن در این جنگ ها مقاومت بکنن و حرکت بکنن. دشمن هم آمادگی قدرتمندی داشت، توان بیشتری توان داشت، جمع شده بودن، در وضعیت خیلی خاصی بودن. کنار این مسئله هم که نگاه بکنیم، شرایط میگفتم که اگه بخوای منطقه رو از نظر ثقل جیشی نگاه کنیم، شرایطی بود که نمیشد به راحتی استراحت کرد. حتی میگن در کوها در اون شبها اینقدر مار و عقرب بود که خواب هم نداشتن، اینا نمیتونستن بخوابن، برخلاف اون شرایطی که در منطقه خود جزیره العرب وجود داشت یا جاهای دیگه. اما خب بالاخره سلمت بن قیس مثل با سایر مسلمانان تصمیم گرفته بودن اینها حرکت کنن و بعد این راه ها و این کوه ها و این مناطق صعب العبور رو و دشت ها رو طی میکردن، همینجوری پی در پی میرفتن و در عین اینکه اینها توی مسیر میرفتن تلاوت قرآن رو آیات الهی رو میخوندند و خودشون رو غرق در رحمت الله میدیدن. سلمت ابن قیس که خب تسلیم دستور امیرالمومنین عمر بود و هر چی که اون گفته بود گوش میکرد تا اینکه برسه به اونجا، تا اینکه بالاخره این رسید به اون شهر رو و خواست که دیگه اون شهر بالاخره با اون جریان گفتگو بکنه. بهشون گفته من اومدم از طرف امیرالمومنین عمر اومدم، نماینده فرستاد، میخوایم با هم گفتگو کنیم، ما مسلمان هستیم، برنامه‌مون اینه، آیینمون اینه، بالاخره شما دارید میجنگید، حمله میکنید، این قسمت‌ها رو شرایط امنیتیشو به هم زدید و اگر اسلام رو بپذیرید با خب اصلا مشکلی با شما نخواهیم هم داشت، که هیچی نپذیریدم بالاخره بعد شما جزیه چیزی بدید. ما صحبت های جنگی که معمولا در اون مسئله میشه، ولی اونا قبول نکردند و گفتن نه ما با شما میجنگیم و گفت خب حتی اگه شما مالیات هم به ما بدید از نظر ما مشکلی نیست و صلح بکنید و حمله نکنید. اونا گفتن نه ما اصلا به این هم تن نخواهیم داد. مسلمان ها در اون زمان که در اون منطقه که خوب رفته بودن برای اون شرایط تعدادشون اونقدر نبود، یعنی از نظر سواره اونقدر نداشتن که بالاخره بتونن در این جنگ از نظر تجهیزات نظامی به اندازه اونها باشن، اما خب همون شوق و علاقه و جهاد و عبادتی که مد نظرشون بود و راهی که دارن میرن برای خدمت، اون مسئله بود که ذهن اینها رو قدرتمند کرده بود. بالاخره جنگ سختی میگه بین اینها در گرفت در اونجا. این جنگ سخت سبب شد که یعنی میشه گفت از سهمگین ترین جنگ هایی که در تاریخ اسلام رخ داد در اونجا رخ بده. بالاخره این گونه شد که خداوند پیروزی رو نصیب مسلمانان کرد و اون کسانی که بالاخره
جنگاورانی که این شعله جنگ رو شعله ور کرده بودن و حمله میکردن این ور اون ور، اینها شکست سنگینی خوردن. جنگ به پایان رسید و حالا اومدن که غنایم جنگی رو تقسیم بکنن. نکنید نکته خیلی مهم بود، اینها تمام امور رو رعایت کردن. اینها فرض کنید سرزمین ها رو آتیش نزدن، کودکان رو نکشتن، در قتل جنایت کشتار زیاده روی نکردن، که زنهایی بودن که اگر اسیر شدن در جنگ، زنهایی بودن که در جنگ شرکت داشتن، نه به شهر و نه مردم و اینها، اصلا اینها هیچ تعرضی نمی کردن، برخلاف اینکه خیلی ها سعی می کنن صحنه دیگر و تصویر دیگری رو جلوه بدن. تا همینجا داشته باشید داستان سلمت بن قیس اشعری رو، تا بتونیم قسمت دومش ان شاء الله در جلسه بعد خدمتتون ارائه بدیم، ببینیم دوم قسمت دوم داستان چی میشه.